خب کار رو ادامه بدیم. پیج هم اون صورت که دلمون میخواست روی قالب یا دممون در اومد و منوها هم به تبع پیج ها. حالا اگر بریم اینجا و بریم در قسمت پیج ها رو میبینیم. حالا بیایم محتواشون رو مدیریت کنیم. خب از هوم شروع میکنیم. ما در هوم چی داریم؟ اینجا ببینیم چی داریم. ما در هوم اینجا دو تا پست داریم و اینجا همونجوری که میبینید هیچ خبری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در نرم افزار وردپرس مدیریت پست ها میتونه از پیج ها جدا باشه و این یک مزیته. کسانی که تو قالب های بلاگ یا وبلاگ کار میکنند با این سیستم کار میکنند. در این حال میشه رو سایت یه لینک اینجا اضافه کرد و بلاگ ها رو گذاشت. بلاگ ها مثل اینن که روزانه شما نظراتی راجع به یک چیزی یا موضوعی تو صنعت خودتون میدید و اجازه میدید دیگران نظر بدن. ما هم همین کارو میکنیم. یعنی من در قسمت پیج هام میام و یک پیج اضافه میکنم و بعد به قول معروف بلاگ هامو در اون قرار میدم. به این صورت خب اسمی که اینجا در نظر میگیرم تا بلاگم اونجا قرار بگیره یک اسم شناس به قول معروف آشناست، ولی شما هرچی دوست داری میتونی بذاری. مثلا میتونی بذاری بلاگ، میتونی بذاری کامنت. دوتا ام داره دیگه. اوکی کامنت، من اینو پابلیش کنم و در قسمت منو ببینم این اضافه شده نه، اینو اضافه کنم و به عنوان آخرین عضو قرار بدم. ببینم اگه اینجا آخرین عضو هست که هست. نیومد. دلیلش اینه که احتمالاً دلیلش اینه که من اینجا احتمالاً سیو نکردم. ببینم حالا اومد. بله. کامنت اومد. کامنت یعنی اینکه مثلا شما یه پروموشن میذارید برای پیتزا، یک تخفیف ویژه، یه چیز عجیب غریبی، جشنی، یه ایونتی و عکس و متن میذاری، مردم میتونن بیان کامنت بذارن. حالا الان مدیریت میکنم میبینیدش. خب برگردیم به قسمت پیج هامون. در قسمت پیج ها حالا بریم سراغ هوم. پیش از اون بریم سراغ پست ها. از اونجایی که دیگه من میخوام در سایتم وقتی کسی روی هوم میاد محتوای هوم رو ببینه و دیگه نمیخوام پستی ببینه، پس من پست ها رو دیلیت میکنم به این صورت و دیگه اصلا از سیستم پست استفاده نمیکنم برای این کار. بعدن اضافه میکنم پست رو و پست ها رو هدایت میکنم تو قسمت کامنت. فعلا از اینجا شروع میکنم. پس میرم دوباره تو پیج. در قسمت هوم یک ادیت دارید، یک کویک ادیت، یکم خودشه. روی هوم که بزنید انگار که ادیت رو زدید. اینجا اگر به این صورت بود و اینجا ابزاراتون کم بود، این تول بار تاگل رو بزنید تا این قسمت باز شه و بتونید مدیریت کنید. حالا اینجا شما یا همینجا مطالبتون رو میذارید، خودتون انجام میدید اینجا، یا از ورد میارید اینجا، یا هم که می در قسمت تکس می نویسید و بیشتر اینجا برای کساییست که کار کد نویسی و برنامه نویسی میکنن. اما ویژوال ها یعنی ماهایی که ویژوالی کار میکنیم اینجا کار میکنیم. خب باز قبل از اینکه پیج هوم رو کارش رو شروع کنم، توجهتون رو به مدیا جلب میکنم. ما در مدیا هرچی عکس تا حالا آپلود کردیم، جای مختلف استفاده کردیم هست و میتونم الان بیام با خیلی راحت اینجا یه دست
عکسایی که لازم دارم آپلود کنم که جای مختلف استفاده کنم، اما میتونم هم به تدریج این کار رو بکنم، یعنی به نسبت پیجی که دارم اینجا ادیت میکنم اد مدیا کنم و اون عکس رو بذارم. خب اینجا الان دیگه ما یه صفحه خالی داریم، چون پستا رو من دیلیت کردم و قرار شد وقتی خواستم ایجادشون کنم بفرستم اینجا. ببینین عزیزای دلم، گنچه ها، اینجا چی بذاریم تو هوم پیج؟ خب من تو هوم پیج چند تا موضوع میخوام بذارم. یکی این که بیام اصلا یه تست بکنم ببینم چه شکلی میذاره. میام در گوگل و مثلا یکی از تصاویر پیتزا هاتو گفتم بهتون، امریکایی ها پیتزاشون نونش کلفته، یه دونه اینا رو برمیدارم اینجا سیو میکنم، میام اینجا اد مدیا رو باید بزنم اون عکسه بیاد. منتها قبلش چی میگم، مثلا اینجا مینویسم Now take to، یا نه ببخشید، by to get one free، دو تا بخر یه دونه مجانی ببر. بعد میام اینجا یه عکس میذارم براش، برای عکس اد مدیا رو میزنم، آپلود رو میزنم، تا 40 مگابایت میتونه تصویر بگیره که ما دیوانه نیستیم. خب اینو میزنم، آپلود انجام میشه. اینجا میتونم اطلاعات عکس رو کامل کنم، هنوز مونده. سایزش هم اینجا میتونیم تعیین کنیم. سایزی که اینجا براش تعیین میکنم 300x225 میذارم اینجا. درست شد. این زیرش هم می‌نویسم available at any branch. من برای اینکه شما ببینید که داستان انگلیسی چقدر ساده است، اینجا یه گوگل ترنسلیت نصب کردم، هرچی رو اینجا کپی میکنم بلاک میکنم، کنترل سی میزنم، اینجا ترجمهشون میده. یک اکستنشن، یه گوگل کروم اکستنشن شما باید اینجا نصب کنید، یعنی بیایید اینجا بنویسید گوگل ترنسلیت و بعد گوگل ترنسلیت رو نصب کنید. خب اینجا رو با اجازهتون بولد میکنم و رنگ متنش رو قرمز میکنم، اینجا رو بولد نمی کنم بمانه. خب نسبت به پیج اتریبیوت هم فعلا کاری نداریم، این رو سیو میکنیم و آپدیت میکنیم. ببینیم که حالا ما چه خواهیم داشت در صفحه هوم. رفرش قربونت بشم. باید ببینیم مشکل چیه. اینجا در هوم پیج من، درسته، نمیدونم چرا این رفرش نشده. اوکی میام اینجا، همطور که میبینید این الان داره بر اساس تمپلیتش عمل میکنه، یعنی عکس اینجاست اما جلوش خالیه. پس ما به این صورت عمل میکنیم. من برمیگردم به داشبورد، برمیگردم به پیج، برمیگردم به هوم. و کار رو ادامه میدم. این رو میذاریم این قسمت به این صورت بتونیم جلوش بنویسیم.
و من اینجا اطلاعات رو راجع به این پیتزا می نویسم. میام با این مثلا اینجا می نویسم که ببینید اینجوری خیلی وقت میگیره، اجازه بدید من یک کار مسخره بکنم. من برم مثلا متن یه شعر رو اینجا پیست کنم انگار که تایپ کردم. این کارا رو شما یه موقعی به کسی درس دادی نکنیم که بعد ممکنه ببینید. خب اینو اینجا پیست کردم و برای اینکه مارجینش درست بشه کاما میذارم و اینو دیلیت میزنم تا در یک خط و بر اساس جاستیفایی که تعریف خواهم کرد، چون اینجا اینتر خورده در نسخه اون سایت، ما که نمیخوایم متن اون اینجوری باشه. خیلی خوب، به این صورت من ترجیح میدم یه خط دیگه هم بیارم بذارم زیرش. مثلا ما نشستیم و ساعتها راجع به این پیتزا نوشتیم. خدایا خب حالا بیایم پایین. من این تیترمو کپی میکنم اینجا و باز رنگش رو قرمز میکنم. Now by 5 get 2 free. او این هم میکنیم 4. خیلی خب، یه عکس پیتزای دیگه لازم داریم. مثلا بگیم یه مدل دیگه هست که اگر اونو بخری میتونی چه میدونم حواسم پرت شده، فقط دارم نگاه میکنم لذت میبرم. من واقعا این پیتزا رو خوردم، اینقدر خوشمزه نیست که تو عکسش میبینی، یعنی نوناش که کلوفته من خوشم نیست. مثل که تو ایران دوست دارم، تو ایران مثل که با نون کلوف دوست دارم. خب این یکی هم اومد، این هم سایزش رو هم میدیوم میذاریم میاد. عکس اگر انتخاب کنید میتونید بگید line left بشه و تکست بیاد وسط چین باشه و متن بالا و پایین، راست چین باشه متن سمت چپ بیاد، و یا اینکه هیچ نوع چپ باشه ولی یا اصلا کلا هر جا بود ولی متن حتما بالا و پایین قرار بگیره. این رو هم میتونید بگید edit. وقتی edit میزنید اینجا میتونید عکس رو راست چین چپ چینش رو تعیین کنید، به چی لینک بشه، میتونید کاستوم کنید به یک URL، میتونید اتچ کنید به یک پیج که الان اینا رو همه میخواییم انجام بدیم. اینجا هم تنظیمات دیگه ایست که حالا بهتون میگم. خب من اینو میذارم روی این حالت و باز از این سایت یک مش تکست بر میذارم، میام میذارم اینجا منتها. این رو من پیش از این به این صورت در میارم که تکس حتما بیفته بعدش میام به این شکل در میارم که تکس بیاد جلوش. خب اینجا رو من به این صورت باز دیلیت میزنم تا حالا هدفم اینه که من اینجا
جاستیفای هم بکنم متن رو، به این صورت رها نخواهم کرد. و شما الان می‌بینید ماجرا رو، یعنی متن خیلی خوشگل میشه. من تا یه پریویو میگیرم ببینید تا الان چی داریم. خیلی نقطه هم میزنیم. اوکی، من اینو آپدیت میکنم و اینجا یک ویو میزنم. چه عجیبه، من اینجا پیجم رو میبینم، رو سایت نمیبینم. فکر میکنم که ما یه چیزی رو اینجا تنظیم کنیم هنوز، چون من پیج رو میتونم ببینم ولی اتصالش به منو رو نمیبینم. خب ببینید، صفحه اول به این صورت چیده شد. Welcome to the Hotel California. اینو من پاک کنم اصلا و دوباره آپدیت کنم. ببینید در هوم پیج نمیاد و من فکر میکنم دلیلش اینه که ما در هوم پیج به صورت بلاگ نگاه کرده این پوست تنظیمش میکنیم، هنوز خیلی مهم نیست. خب من پیج هوم رو ساختم. اینجا در قسمت منو میخوام ببینم که این هوم ما اوکی. من ترجیح میدم از کاستوم پیج این استفاده نکنیم، بیایم و یک پیج درست کنیم به اسم هوم یا خانه، پابلیش کنیم در قسمت منوها. اینجا من این هومو پیش از دیلیت اینجا رو انتخاب کنم، اینو داشته باشم، کنترل سی که وقتی اینجا رو دیلیت کردم، خب این هومی که الان ساختم اضافه میکنم. اون هوم پیج اول همون سمپل پیج خود وردپرس بود و من راستش خیلی خوشم نیومد، طبق سیستم من جلو نرفت، دیلیتش کردم و یه دونه هوم پیج خودم ساختم که جنسش مثل جنس اینجا. الان ما دوتا هوم پیج داریم، من با این دیگه کاری ندارم و اینو بازشم که بکنیم، اگرچه این اطلاعات توش هست و کنترل آ کنترل سی میزنم، ولی اینجا با این هوم پیج کار دارم. من اینجا رو پیست میکنم و ببینم اینجا درست شد یا نه. همچنان سایت هم ایراد داره. نه درست، این هوم دو اسمش گذاشته هوم دو. پس اگه اون هوم دوه، من اینجا در لیست پیج هام این هوم رو میتونم که هوم قدیمیمه موف تو ترش کنم. دیگه اینجا یک هوم پیج دارم. بسیار خوب، درست شد سایت. من اون سمپل پیج رو برداشته بودم، اسمش رو کرده بودم هوم، اون رو دیلیت کردم. مثل این پیج ها که ساختم، یه پیج هوم ساختم و توش نوشتم به این روش. میبینید حالا اینکه روی نکس بزنیم به جایی وزشه، پی دی افی باز کنیم، فونت اینا چی باشه، سایزشون، همه اینا رو ما بهش میرسیم. فعلا میخواییم استرکچر ببندیم. خب این شد هوم پیج. About us چی؟ About us هم معمولا یه عکس مدیریتی داره و بریم تو داشبورد پیج About us. معمولا About us یک عکس مدیریتی داره. من اینجا رو بایزدون دیگه
دلیت میکنم. خب اینجا چند تا موضوع میخوام بهتون امروز بگم. لینک اینا بعد اینم که ساده است، این هوریزونتال لاین، این بلک کوتیشن بولت ها هستن. میتونیم بگیم میتونیم نگیم فعلا. حالا بریم در اینجا و در قسمت اینجا مثلا بگیم که منیجر تیبل بیزنس. یه عکسی که نشون میده که اینا تو جلسه هم و دارن صحبت میکنن و انتخاب میکنن. شاید مثلا این خوب باشه. مساویه دیگه، دو تا خانم دو تا آقاست. بعد میریم اینجا از مدیا اپلود سلیک فایل این اکس. من جای شما باشم اسم اکس ها رو درست میکنم برای سایت هم. اون اسمی که دلم میخواد میذارم یا برای سایت هم معنی داره. سایزش هم همین سایز باشه. خب حالا با خیال راحت مینویسم. مثلا مینویسم که دوباره میریم از اینجا تکس میخواییم دیگه چی نوشتیم اینا رو میارم. منتها این انتخاب میکنم به این صورت در میارم که متن رو بیاد اینجا. اینجا مینویسم Who we فارسیه چرا Who we are. ببینید فاصله بین پاراگراف ها اینا رو میتونیم تنظیم کنیم. اصلا فکر نکنید من فعلا دارم یک سایتی رو میارم بالا. اینجا و بعدم حالا دوباره از اول مثلا اینقدر استفاده میکنم. اینم بذاریم اینجا اینجا من میدونی چجوری اینا رو میارم بالا. کلید دیلیت رو میزنم و یک سطر کم میکنه. روشش اینه، یک اسپیس بار میزنم یه فاصله پیدا کنه از اون کلمه و دیلیت، برای اینکه قشنگ بیاد بالا. اینجا میتونید یه دیلیت بزنید که فاصله نباشه. اوکی اینم آپدیت میکنیم. اینم شد about us. الان اگر من ویزیت سایت رو بزنم به این شکل که باید بهتون بگم اینجا کجاست، چرا اینجا خالیه. هومو میزنید این میاد، اباوتاس رو میزنید این میاد، که اباوتاس از اینجا کوتاه تره. پروداکت رو میزنید، هنوز مطلب نداره. ساپورت کانتکت کامنت. خب دو تا پیج براتون ساختم. اما سوال، وقتی ما سایتمون رو باز کنیم این صفحه خالی چی؟ این صفحه خالی هوم پیجه. در واقع این سایت ما رفتیم زدیم هوم پیج رو پاک کردیم. هوم پیج چیز دیگه ای. حالا باید بریم بهش بگیم که سایت از کجا شروع بشه، از کدوم صفحه شروع بشه. چون رفتیم زدیم هوم پیجش رو پاک کردیم، هم کار من میشه پاک کنی خودت بگی هوم پیج من اینا، هم میشه از همون استفاده کنی. حالا من زدم پاک کردم. مدیا رو یه چک بکنیم ببینید عکسایی که تا حالا استفاده کردیم اینجاست. در قسمت لایبرری پیج هامون رو ساختیم. در داخل پیج ها فعلا عکس و متن گذاشتیم بدون هیچ تنظیمی و
در قسمت این قسمت منوها رو ساخته بودیم در ویدیو قبل، قرار شد بلاگ هامون رو بفرستیم در قسمت کامنت و همچنین داره سایتمون کامل تر میشه. حالا بریم ویدیو بعدی، فعلا ماچ ماچ.